وریا امیری عزیز در یک جلسه دیگه با سوفیا ادامه تاریخ فلسفه. ما در چند جلسه، در واقع در دو جلسه، هندویزم و جینیزم رو در واقع بهشون اشاره کردیم، بهشون پرداختیم. یک شاخه دیگه از ادیان هندی مونده که بسیار اهمیت داره و روایت جذابی هم داره، شراکت‌هایی در واقع اشتراکات زیادی داره با جینیزم، اونم مذهب بودایی هست. همچنان اینها مبناشون بر اصل ترک دنیا، بی توجهی به امور مادی و توجه بسیار به عمل پارساگونه، عمل خوب، و حالا به بحث اندیشه و رفتار و اینها میرسیم و در نهایت بحث اساسی اینا رها شدن از دردهای روح. و نکته مهمی هم که در رابطه با بوداییزم در واقع وجود داره، شورشیه که این مذهب در مواجهه با برهمنیزم داشته. همونجوری که میدونیم، ما پیش از این هم اشاره کردیم، از دل هندویزم اهمیت برهمنها یا روحانیونش بیرون اومد. اونها برای خودشون یه وجوه جداگانه‌ای در نظر گرفتند، رستگاری رو در واقع، اهمیت وداها، دونه دونه اینها، که جینیزم به شکل افراطی باش مبارزه کرد و مواجهه داشت. بوداییزم حد میانه را گرفت. در واقع ما با یک مذهب معتدلتر در واقع روبرو هستیم. نکته ای اگه هست برای مقدمه، به عنوان مقدمه اگه میشه بفرما شما، که ما بحث رو ادامه بدیم، بعد بیوگرافی رو بگیم و بعد به بخشی از جزئیات بوداییزم بپردازیم. حتما، مخلصیم. من نکته ای که به ذهنم میرسه که فکر کنم شاید جالب باشه اینه که دین به طور کل، معمولا وقتی ما میگیم دین که یک بخش جدای ناپذیر هم از زندگی انسان گذشته بوده و این انسان گذشته دینش و اسطوره‌هاش با هم یکی بودن، عجین شده بودن، یه مقدار فرق میکنه با روش زندگی دوزومن. البته الان توضیح میدم. منظورم اینه که ادیان ما قبل تاریخ نشون میدن که انسان چه نیازهایی داشته. میخواسته جهان رو بفهمه، میخواسته یک نظم در طبیعت داشته باشه، برای همین سعی میکرده که اون جردنکشی های طبیعت رو یک جوری از طریق خدایان خودش مهار کنه. میخواسته یک نظم در اجتماع ببینه، سعی میکرده از طریق دینه قوانینی بیاره که نظم اجتماعی داشته باشه. بعد میخواسته باروری ببینه، بالیدن ببینه، رشد ببینه در محصولات کشاورزیش، در حیواناتش، در خانوادهش، در بچه‌هاش. برای همین چیکار میکرده؟ نمیتونسته توضیح بده قوانین این جهان چی هستن. یک خدایی رو میساخته، بعد براش قربانی میکرده، بهش باج میداده، مراسم مذهبی درست میکرده. یعنی میخواستن خداها رو رام کنن، در حقیقت با یه گونه رشوه دادن خوشحالشون کنن. بعدم این وسط حالا شمنها اومدن، جادوگرها اومدن، کشیشها اومدن، یک ارتباط بین انسان و خدا برقرار میکردن و یک قدرت سیادی هم دیگه داشتن دیگه. بعد داستانهای آفرینش اومده که این جهان چطور آفریده شد، داستانهایی که خدایان توضیحش میدن. و خب حالا بگذاریم دیگه که انواع اقسام داشته، که انسان شبیه انسان بودن ولی خداها بعد حیوان بودن، حالا و روشهای عبادتها چطور بوده، موسیقی، رقص، نمیدونم لباسهای خاص که میپوشیدن، اورادی که میگفتن، قربانیهایی که میکردن، حتی داروهای روانگردان که مصرف میکردن، اینا همش مهم بوده. و ولی تو بودیزم همه اینا رو من گفتم که اشاره بکنم که تو بودیزم این چیزا کمتر اصلا نیست. بودیزم بیشتر یک فلسفه و روش زندگی است. یعنی این رو از اول باید بهش بیشتر، یعنی بیش از این که یک نگاه متعالی خدای اون بالاست که توضیح میده جهان رو و خلق کرده و حالا میگه چطور زندگی کن، بودیزم میگه آقا ذهن انسان و انسان رو ما بشناسیم و سعی کنیم که به سعادت برسیم. بیشتر روش زندگی است. این ادعا رو ادیان دیگه ندارن به نظر تو؟ ادعا رو دارن، یعنی میگن ما اومدیم تو همون معنا، معناشناسی مذهبم که بریم به معنی ذهبه، اونها هم به همون عنوان بهش، به معنی رفتن، روش، شیوه زندگی. بله. و خب مدعا اینو از اساس دارن که ما میخوایم به زندگی دنیوی و اخروی شما سامان بدیم. چه چیزی مشخص بودیسم رو جدا میکنه از اینا؟ چون من میدونم که تو منظور چیه، فقط میخوام یه مقدار مشخص‌تر چه چیزی جدا میکنه بودیسم رو از این. یکیش اینه که خدا به اون مفهوم متعالی و خالق
تقریبا بیرون از باورهای بودیسمی، نه که نه ردش بکنن، ردش نمیکنن، اما از او برای بودیسم استفاده نمیکنن. این یک، این مهمترین مثلا عاملی که در ادیان ابراهیمی هست، حتی در هندویزم هست، که خدای خالقه که وحی میکند و با در از طریق وحی حقایق رو آشکار میکنه، این در بودیسم نیست. و بیش از این که خدا و امیال او و حد اهداف او مهم باشه، انسان مهمه و well-being انسان و رها شدن انسان از این رنج ابدی، این خیلی مهمه. درسته که اون ادیان ادعا میکنن که آقا اگر به صحبت خدا گوش بدی سعادت خود هم تعیین میشه یا در جهان دیگر سعادتمندی، اما بودیسم مثلا میگه آقا از اول میاد میگه آقا چطور زندگی بکن که سعادتمند بشی، تمام شد دیگه، دست نمیندازه به امر متعالی، به امر سوپرنچرال یا به امر ماوراءالطبیعه. در حقیقت خب ما وقتی با بودیزم روبرو میشیم، در واقع داریم به چند دهه در واقع پس از جینیزم در واقع داریم اشاره میکنیم. در نتیجه قابل فهم هم هست که اینها اشتراکات بسیار زیادی با هم دیگه داشته باشن. گوتاما در واقع بانی بودایی هست، بانی بودیزم هست که حالا ما به معنی بودا بهش میگیم، یک اشرافزاده از قبیله ساکیا که حالا در ادامه ما توضیح خواهیم داد که این چجوری زن و بچه و زندگی و کاخ و اینا رو همه چیو رها میکنه و در واقع سیداترا هست از خانواده گوتاما، 560 سال قبل از میلاد حدوداً. اینا رو باید همه هی مدام تکرار بکنیم دیگه، این اعداد شاید چندان جدی نباشد. اون سیزارتا هم که لقب بهش دادن یعنی کسی که به هدف رسیده است، یعنی هدف او انجام شده است. سیزارتا به این معنی است. بله. و خب خوبم هست که در ادامه بگیم که این هدف از اساس چه بود. حالا ما همینجوری میتونیم بگیم رها شدن از دردها، و روش توافق هم داریم بسیاری از ما که این دردها چه هستند، بودن، زندگی کردن اساساً چقدر دردآور هست و آموزه‌های بودا چطور ما رو میخواد یا ادعای اینو داره که میشه حداقل از بخشی از این دردها یا از تمامی دردها رها شد. نزدیک به بنارس در واقع که میشه شاید به شکلی مکه بودیستا هم بخانیمش، در اونجا در واقع متولد شد. میگم نپال و... امروزیه، درسته؟ نپال. در نپال دقیق از جهت جغرافی نمیدونم چقدر با نپال فاصله داره، اما شمال هند میشه در اصل. کامبینی یک همچین جاییست که همون جایی که تو گفتی، ولی در فکر میکنم این در نپال امروز میفته. بله. در هر صورت روایت بسیار بسیار جذاب و زیبایی داره و در 20 یا 29 سالگی این خاندان خودش رو ترک میکنه، اما مهمه که ما توضیح بدیم که چطور میشه که این خاندان خودش رو ترک میکنه، رو به گدایی و دورگردی میاره، رنجهای بسیاری میبینه، تارک دنیا میشه، در مقابل پدر شاه خودش در واقع میسته. روایت این گونه است که حالا با هم دیگه میتونیم پیش ببریم یا پدرش بریم بخوام اینو اشاره کنیم که پدر او شاه بوده. بله، پدر شاه بوده و این راهبها در واقع پدر خوابی میبینه و راهبان این خواب رو تعریف میکنن، تفسیرش میکنن که تو پسری خواهی داشت که این پسر رو اگر مراقبت نکنی ازش، اینو در کاخ نگرش نداری، این ممکنه که فراری بشه. پدر شاه تمام تلاش خودش رو میکنه به شکلی افراطی و جدی که بودا به چند چیز در واقع دسترسی پیدا نکنه و تمام هستی و زندگیش بشه در اون کاخ، طوری که 5 نفر مثلا اینو تا دستشویی میبردن، 5 نفر اینو تا حمام میبردن، 5 نفر اینو تا موقع خواب میبردن. این پیری رو نباید میدید، بیماری رو نباید میدید، مرگ رو نباید میدید. حالا شما حتما میتونی اشاره بکنی اون وجوه تاریک زندگی رو از او پوشیدند، در حقیقت نذاشتند که درد رو ببینه، رنج رو ببینه، بیماری رو ببینه، پیری رو ببینه. حتی بامزه است که گلی اگر پژمرده میشد از جلوی چشم او میبردند کنار، اگر حیوانی خدمتکاری یا بله 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 حیوانی اگر اون اطراف بود که مریض میشد نمیذاشتند ببینه. و چیزی که جالبه، فقط اینو من بگم، بودا اون موقع به او بودا گفته نمیشد، چون بودا در سانسکریت یعنی بیدار شده، بیدار دل. دقیق. آره اونجا همون ما داریم بودا در پیشا پیش. حالا این آقای بودا که حالا ما با دیگه بهش میگیم بودا دیگه، ایشون خروج میکنه و خارج از کاخ به چند صحنه برمیخوره. اگه موافقه اینم داستان کاخش هم بگیم. این با مزه است. یک موزیسیانی میاد
به وارد قصر میشه. آها اینو بگو. آره در 19 سالگی یا به عبارتی شاید 16 سالگی، مطمئن نیستم، احتمالا 16 سالگی او رو زن میدن و بچه دار میشه در حقیقت. و حالا ایناش به کنار، یک زنی داره به نام یشادورا و کودک پسری هم میاره به نام راهولا که من همیشه فکر کردم این روح الله است. راهولا تا اینکه یک موزیسین دوره گرد میاد و دیگه ما میدونیم دیگه همه پلیدی جهان هم که از موسیقی است دیگه. در طبق روایت اسلامی بله و ایشون میاد و یک سازی میزنه و بودا شیفته او میشه و میبینه که آقا اصلا بی جهانه، میخواد ببینه جهان بیرون چیه. من توی یک شاعر ایرانی، آقای حمید ادیب، یه شعر جالبی داره، من خیلی دوست داشتم، که توی این شعر نشون میده که بودا از کنار این دیوارهای باغ داره رد میشه، از پشت دیوار صدای یک موسیقی رو میشنه که این موسیقی پر از درده و اصلا بودا نمیتونه، متأثر میشه به شدت از این موسیقی و میگه آقا دروازه رو باز کنید، و دروازه رو باز میکنن و میگه بیرون شد از این در بیرون میره. خیلی حالت حماسی تصویر کشیده که میگه ردای شاهیش رو به اولین گدا میده و میره و در جهان درد بشر گم میشه. ولی حالا به حال اینطوری نیست، بودا میره پیش پدرش و میگه آقا حالا اجازه بده من برم بیرون رو ببینم، در احتمالاً 29 سالگی، حالا یا برای 20 سالگی، و از اینجاست که در حقیقت میتونیم که از اینجا بریم که پدرش اجازه میاد از اجازه میگیره و از خونه میاد بیرون و با چند منظره این آدم روبرو میشه. یک منظره، منظره یه انسان پیر هست، یه پیر مردی رو میبینه و سوال میکنه که این چیه، چون پیش از این انسان پیر ندیده بود اصلا، با چیزی به نام پیری این آشنا نبود. بهش میگن که این سرنوشت نهایی هر انسانیه، ما همه پیر میشیم. کمی جلوتر میره، یه کسی رو میبینه بیمار و زار و نزار، میگه این وضع چیه؟ میگه این سرنوشت همون انسان پیره، در نهایت به بیماری میفته، با این وضع میفته و شما داری یک بیمار رو میبینی. این خیلی مهمه، بعد دوستان توجه کنن، برای کسی که تا حالا بیماری ندیده، این مدل کسی است که از کودکی به او گفتن جهان دیگری وجود داره، بهشتی اونجاست، باور کرده، اونجایی که یهو میفهمه بهش دروغ گفته شده، ببینید چه شوکی بهش وارد میشه. و این دقیقا همین شوک به بودا وارد شده که میگه ای پس مرگ وجود داره، پس مریضی اصلا، واقعا شوک جدیه، شاید به نظر ما عجیب نیاد ولی خیلی شوک بزرگیه. ببین ما این که میدونیم وقتی که به ما یک بار خبر میدن که سرطان داری، تا 3 ماه دیگه زنده هستی، 1 سال دیگه زنده هستی، شوکه میشیم دیگه. حالا تو تصور بکن به کسی که تمام زندگیش با این دروغ در واقع روبرو بوده که پیری وجود نداره، اصلا چنین مفهومی رو نمیشناسه، بیماری وجود نداره، زوال پیدا نمیکنی. در نهایت کمی جلوتر میرن و مرده ای رو میبینه و اون بار دیگه شوک نهایی بودا وارد میشه که پس ما میمیریم، ما پیر میشیم، ما بیمار میشیم و در نهایت قراره که بمیریم. من بارها این داستان رو شنیدم سالهاست، که یعنی هر بار که من دوباره، الان تو داری تعریفش میکنی، انگار من مو به تنم راست میشه. یعنی چیز عجیبی است این لحظه ای که انسان به مرگ آگاه میشه. و بگذاریم که بسیاری از فیلسوفا اصلا معتقدن که مرگ آگاهی است که ما رو باشنده یا به یک بودن تبدیل آگاه به بودن میکنه. آگاه بله. و گیلگمش هم که ما بهش اشاره نکردیم، حالا بد نباشه اینجا اشاره بکنیم که کهن‌ترین حماسه بشری است، تو همین قسمت بین النهرین، اوروک، شهر تمدن اور در حقیقت هست. لحظه این در حقیقت گیلگمش، اون شوک اصلی داستان، لحظه ایست که میفهمه آنکیدو که برادر، حالا برادر همینجوری خونی نیستن، برادر اوست، کشته میشه و در آغوش گرفته آنکیدو رو و میفهمه که میراست و اونجاست که به راه میفته که بره و به جاودانگی برسه. و بودا هم در حقیقت همین شوک اینجا بشه. و یه نکته دیگه هم که جالبه به نظرم اینه که این داستان بودا که دقیقا ما نمیدونیم آیا واقعی است یا خیر، ولی چقدر شبیه به داستان موسی. نمی‌دونی؟ یعنی یک کسی که در یک کاخی بزرگ شده و بعد یهو رها میکنه و میاد رهبر مذهبی میشه. این انگار در جهان گذشته از اون داستان‌هایی بوده که خیلی طرفدار داشته. بله بله، البته اون میره به سمت شکلی از شورش و این میره در واقع به شکلی از رهبانیت و ترک جهان. اون سیاسی میشه، این نه. البته اینم بگیم که اون کسی که پیشگویی میکنه برای پدر بودا، این رو یادمون رفت که میگه آقا
این پسر تو شاه بزرگی می شود. اینو یا بله 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 یک هرمیتی بوده، یک گوشه نشین و زاویه نشینی است که میاد توی کاخ و اینا میگه بچه رو بذارید من در آغوش بگیرم. حالا این بخشی از داستان چقدر واقعی است و چطور اینا جرأت میکنن بچه رو به دست یک زاویه نشین تقریبا نیمه اوریانی بدن. او میگیره و میگه این شاه بزرگی میشه مگر اینکه از اینجا بیرون بره، و بعد که بیرون بره اون وقت رهبر بزرگ، بزرگترین رهبر مذهبی جهان میشه، که پدر بودا از اونجا تصمیم میگیره که او رو در قصر نگه داره. در قصر نگهش داره. حقیقت در واقع آن چیزی است که بودا رو به دنبال خودش میکشونه. تاتاگاتا در واقع مرد طالب حقیقت، و از یکی از صفات جدی این حقیقت که بودا در پیش هست دوری از افراط و تفریط. بحثش اعتداله، میخواد بره تا بفهمه که چه کار باید کرد که پیری، بیماری و مرگ پایان ما نباشه. حتما یه گرهی یه جای کار وجود داره که دنبال اون باید بشیم. یه نقطه اعتدالی، یه نقطه وسطی وجود داره که اونو در واقع اسمشو میذاره عدالت. این عدالت چجوری قرار اتفاق بیفته؟ این حالا ما قرار آروم آروم بفهمیم که راه نجات کجاست، به چه طریقی. پیش از این نباید از یاد ببریم هندویزم این ادعا رو داشت که نجات به واسطه خواندن وداها، چون اونها قدسی هستند، و همچنین مراسمی که برهمنها و مجموعه برهمنیزم تدارک میبینه به اون واسطه ممکن خواهد بود. و همینطور پیوستن به کست خود، هر کی در طبقه خود وظایف خود رو به جا بیاره، اینم هست. پس بودا یکی از چند کاری که انجام میده همینه. یکی که میگه نه، این برهمنیزم و این داستانها رو بپیچونید، این واقعی نیست، وداها نمیتونه ما رو نجات بدن، یا به تنهایی نمیتونن ما رو نجات بدن. و همچنین اون تقسیم بندی طبقاتی یا کاست هایی که اینا ما حالا تا همین الان هم میبینیم تو هندوستان، اون هم باید پشت سر بذاریم. یکی از اتفاقات زیبای دیگه هم که میفته ورود و حضور زنان در بودیزمه، که اینم بازم بحث بسیار جذاب و مهمه. یه نکته که به نظر من میاد اینه که شما هر وقت، من هر بار خواستم درباره بودیزم با کسی صحبت کنم، ناچار آدم که شرح زندگی بودا رو بگه. یعنی این تجربه شخصی بودا خیلی مهمه. شما لزوما لازم نیست تجربه محمد رو بگید، شرح زندگی او رو بگید، ولی یعنی شما برای اینکه کسی مسلمان بشه شما میتونید اصول دین اسلام رو بگید، بگید یه همچین باوری وجود داره، یه همچین اتفاق افتاد، هم کتابشه بخون و مسلمان بشو. آخه ولی معذرت میخوام وریا جان، اونورم تو وقتی اونا اتفاقا بهتره که نگن، چون وقتی بگن بدتر نفر اگه یه مقدار عاقل باشه اصلا از اسلام میشه. آره، چون بحث بسیار جدی داریم میبینیم که حداقل روشنفکرای دینی، حالا اون کسانی که خودشون روشنفکری میدونن، الان دچار چالشای جدی هستن که به هر حال تاریخ اسلام رو باور بکنن یا آن چیزی که داره میگه. در اصل ببخشید ادامه بدید. دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم که این زندگی بودا و این تجربه شخصی او برای فهمیدن این آیین خیلی مهمه. یعنی آدم واقعا مهمه که بدون این چه تجربه‌هایی داشته و از کجا اومده به کجا رسیده. آره، بگو بگو. من در صورت ما اینو بهش اشاره کردیم و یه بحث بسیار مهمه. من فکر کنم یه کوچولو روی این مطلب ما ببونیم که یه سری حالا به دونه دونه قوانین قراره که به یه نکاتی ما اشاره بکنیم. جینیزم خیلی دشوار بود، با اینکه پیش از این هم تو برنامهش ما اشاره کرده بودیم که یه سری قوانین داشت برای افراد خاص، راهبان در واقع، یعنی اون کسانی که میرن جدی توی قضیه و بسیار بسیار دشواره. یه سری قوانین یکم نرمتر داشت که به هر حال برای افراد عادی. اما بودیزم یک روش میانه روی، عقلانی تر و اعتدالی رو در واقع در پیش میگیره. بعد به چند تا نکته بیرونی هم میتونیم اشاره بکنیم. این که جامعه زرد میپوشن اینا، یه کاسی هم دارن که بعضی موقع تو همین خیابونای غرب که آدم میره تو، حالا تو هم تو اروپا هم تو آمریکای شمالی من دیدم که اینها خیلی این کاسه رو میگیرن و با افتخارم در واقع میگیرن. این نیست که گدایی بخوام بکنن، اینو واقعا ما میدونیم که این نفر قرار نیست که این پول مثلا بخواد خرج مواد مخدر بکنه یا بره باش مشروب بخوره، یا نه، این واقعا داره اونی میگیره و باش غذایی به دست بیاره، مثلا یه چیزی بخوره و داره برمیگرده به اون جهان. بعدم شاخصشون اینه که موی سرشون رو میتراشن، خلاف جینیزم که مو ریشه بلندی در واقع داره.
این بار چهارم که از قصر بیرون میاد، چون چند بار میاد بیرون که هر بار یک شوکی بهش وارد میشه، دفعه آخر که میاد بیرون یک مرد پیری برمیخوره، دوباره یک زاویه نشینی در حقیقت که همه جهان رو کنار گذاشته و نشسته بوده و ریاضت و مدیتیشن میکرده. میدونی ریاضت در حقیقت تو اون آیین که از تو هندویزم هم هست، یعنی نشستن و مدیتیت کردن، و این ساعتها و روزها و سالها. بله بله بله. و خب یک امر بسیار پیچیده است، اصلا یک بحث دیگه یه مدیتیشن بگذاریم. و داشته این تجربه رو میکرده که به یک تجربه روحانی برسه، و هدف او این بوده که با ریاضت کشیدن و مدیتیشن کردن من به این تجربه برسم. و میگه که بودا میپرسه چرا این کار رو میکنی؟ مرد بهش پاسخی میده، میگه آقا من در حال گشت و گذارم و در حال تجربه و در حال کشف این هم که راه خلاصی از رنج رو پیدا کنه. و این تکون میده بودا رو، میگه پس شاید بتونیم از این رنج چون بودا میبینه که رنج در این جهان هست، میبینه درد هست، میبینه مریضی هست، میبینه دوری هست، مرگ هست، و میگه ببینیم میشه این راه رو پیدا کرد یا نه. و بودا همونجا به ملازمش میگه آقا برو و به پدر من بگو دیگه من بر نمیگردم. و اما بودا راه رهایی از رنج های هستی رو تفکرات پیچیده فلسفی نمیدونه. و اینم بگم میگه به پدر من بگو، این نکته مهمه، میگه آقا بهشون بگو من برای این نمیام بر نمیگردم چون دوستشون دارم، چون عاشقشونم و میخوام راه رنج غلبه بر رنج رو پیدا کنم، و اگر این راه رو پیدا کنم به نفع اونها هم هست، یعنی برای اینکه رنج بشر رو و من جمله اونها رو کم بکنم، راه خلاصی رو پیدا بکنم، میخوام که بر نگردم و برم توی مسیر. آره بگو ببخشید. نه همین در واقع راهی که بودا در واقع داره پیشنهاد میده به ما، از وسط تفکرات پیچیده فلسفی و به واسطه دانش یا اون چیزی که حالا خودشون جنانا مرگا در واقع مینامن، اون نیست. اون این ادعا رو نداره که ما از طریق فکر کردن، فکر در واقع فلسفی میتونیم به حقیقت برسیم. تمرکز بودا روی عمله یا و روی مباحثی مثلا بحث درباره ازل، حدود، تناهی وجود، نمیدونم وحدت جسم و روح، اصلا در مورد اینها میگه حرف زدن بیفایده است. یه چیز بامزه‌ای از بودیستا بگم، وقتی شما سوال اتفاقا معتقدن که باید تفکر کرد، ولی دقیقا اینطوری که تو میگه از سوالات پیچیده متافیزیکال، یعنی که به بحثایی که مربوط به متافیزیک میشه فرار میکنن اصلا. آره. و جالبه تو برخوردی داشتی باشون؟ اصلا دقیقا همین، ابزارهایی دارن برای پاسخ. یکیش اینه که وقتی سوال میپرسی اینطوری سر تکون میده، هیچ پاسخی نمیده، فقط سر تکون میده. نه اینکه فکر نکنه، معتقدن باید به سوال فکر کرد، ولی میگن باید بری روش مدیتیت کنی، روی سوال بشینی و روی اون سوال مدیتیت کنی، و سر تکون میده. این دقیقاً داره به تو میگه من سوال تو رو فهمیدم. بعضی وقتا فریاد میکشن، خیلی جالبه، یعنی وقتی شوک بهشون وارد میشه داد میزنن، قشنگ داد میزنن. و بعضی وقتا خیلی روش سومی بامزه است، سوال رو با سوال دیگری، بحث رو منحرف میکنن. مثلا شما ازش میپرسی که به نظر شما آیا روح، یعنی انسان روح هست یا مثلا ما روح نداریم، مثلا، یا مثلا که امر پیچیده‌ای در باب یک سوال فلسفی میکنی، یا میبینی داره گوش میده میگه که اونجا رو نگاه کن، اون گنجیش رو ببین داره خودش رو توی برفا میشوره، چقدر عجیبه نه، مثلا گنجشگاه هم به بهداشتشون میرسن. و داره در حقیقت سوال تو رو با و روش ها، یعنی این رو من از قصد اصلا نقصد توهین داره. آره. نقصد به قول معروف کم اهمیت جلوه دادن قضیه رو داره، اما مسئلهش نیست، ترجیحش این نیست دیگه، چون اون به یه مسئله با یک چیز دیگه درگیر شده. حالا ما که شاید علاقمند به ذهن به اون روش های فلسفی هستیم، با این حال برای من این مسئله جذاب هست. اون داره میگه باید بفهمیم ماهیت ستم چیه، ماهیت گمراهی چیه، مسئله اصل و سبب در واقع چه چیزی در اصل ستم هست یا گمراهی هست، چه چیزی موجبش میشه، و در نهایت چه چیزی راه نجات هست، راه خلاصی، کدام راه یا کدام راه ها راه نجات هستند، راه رهایی کدام... کجاست راه این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. و به همین ترتیب مشکل حقیقی انسان رو نه در فلسفه، نه در ساحت فلسفه، که در احساس اون میجویه. میگه بود ببینیم که این آدمه در درونش چه اتفاقی داره میفته، با طبیعت چه برخوردی داره. دو اصل اساسی که هندویسم و جینیزم روش هستن
برای بودیزم هم وجود داره، همون بحث کارما و انتقال روح. اگه موافق باشی یه کوچولو دوباره اشاره بکنیم. دقیقا هم کارما توی بودیزم مهمه و هست، و در حقیقت هم این چیز، هم این تناسخ، اسمش باید گذاشت رینکارنیشن. نکته اینجاست که شما باید، جلوسی که جزء چهار اصل اصیل بودیزم نیست که حالا بعدن چهار حقیقت اصلی نیست، اما شما به عنوان یک بودیست خود به خود پذیرفتی که حاصل زندگی تو حاصل کارماست، حاصل اعمال گذشته است. این اعمال گذشته خوب و بد اگر باشن در آینده تو تأثیر میذارن، یعنی هیچ آینده ای مستقل از گذشته نیست. و شما اگر الان خوبی یعنی گذشته خوب بودی، اگر الان بد یعنی گذشته بد بودی، و با شما با خوب بودن در حال آینده رو رقم میزنی. این رو بهش باور دارن. و تناسخ، یعنی که ما در این حلقه از بدنی به بدن دیگر هستیم، در این حلقه تناسخ هستیم تا اینکه از این حلقه رها بشیم و به نیروانا برسیم. این هم هست. فقط این رو هم بگم که بودیستای سکولار این روزها هستن، شما تو اروپا میبینیشون، همه جای جهان بودیستای هستن که نسبت کاملا سکولارن، به جز اینکه به خدا باور ندارن که هیچی، به کارما هم باور ندارن، به تناسخ هم باور ندارن و اصلا جدی نمیگیرن و معتقدن که آموزه های بودا اصلا فراتر از این هاست. ما میتونیم بودیست باشیم و راه کم کردن رنج رو در همین زندگی، در همین جهان پیدا بکنیم و قضیه کارمایی هم نیست و میشود بدون کارما و تناسخ هم ادامه داد. و خب اینو از دل حالا حتی به این بودیستای سکولار که اشاره میکنی، اینو ما میتونیم یه سری از آموزه ها و شکل برخورد بودیزم با دو قانون، دو مسئله کارما و تناسخ. انتقال روح رو، در واقع تناسخ رو، تو دو مسئله ببینیم ما، یعنی پتانسیلش وجود داره. قانون کارما نزد بودایی ها تعدیل یافته است، یعنی اونها بحث کاست ها رو باور ندارن و ارجحیت برهمن ها رو قبول ندارن. اینا یعنی یک حرکت انقلابی هست در بودیسم. و همچنین یه بحث بسیار مهم و البته بسیار پیچیده که بسیار تخصصی هم هست در این زمینه، یعنی باید مشخص یه بحث جداگانه در موردش باز بشه، اما جذابه، اونم این که امکان تجدید حیات یا این بحث تناسخ بدون انتقال روح. سوالم میکنن، میگن آقا چنین چیزی چجوری ممکن هست؟ یه مثال جذابی میزنن که شاید برای به معنی ساده فهم تر کردن قضیه کمک بکنه. میگه چطور ممکنه که روح، در واقع تناسخ اتفاق بیفته بدون انتقال روح؟ میگه شما دو تا شمع رو داشته باشید، یه شمع روشن است، یه شمع خاموش. شما با این شمع اون شمعی که خاموش است رو روشن بکنید. همین مثالی است برای تناسخ بدون انتقال روح، که البته خب ما اینو اگه قرار باشه واقعا جدی روش بریم مفصل باید بهش پرداخت، اما باید اینو اشاره بکنیم که این دو مسئله در بودیزم تعدیل یافته تر هست. من چیز بامزه‌ای یادم افتاد اینو گفتی، از مغالطات امام جعفر صادق بگم، او هم همین مثال رو میزنه. در یک مباحثه‌ای که با یک مسیحی داره، با یک ترسایی میاد و یه سری سوال میکنه. یک سوالش اینه که آقا شما چطور میگی در بهشت شاخه‌ای هست، یه درختی هست که هرچی ازش میچینی کم نمیشه؟ نمونه‌ای در این جهان داره؟ که امام اینجا مغالطه میفرمایند، میگن بله نمونه شمع، شما با یه شمع هزار تا شمع روشن کن، از خود اون شمع که چیزی کم نمیشه. میگه عزیز جان، آخه این شمعه که چیزی ازش اضافه نکردی، شما روی شعلش این بالا بوده، میتونستی روی شعلش کباب بگیری، میتونستی شمع دیگه بگیری، میتونستی انگشتتو بگیری، فرقی نمیکنه آخه این. ولی بالاخره خلاصه امام از این مثال استفاده کردن. امام دیگه چه میشه که به هر حال حالا ما اینجوری هم هیچ چیز نکنیم، هر دفعه یه دونه کوچولو یه لگدی هم میزنیم به اسلام، اینجوری نشه. خب ببین، تعارف هم نداریم، واقعیتش اینه که من به شخص وضعم مشخصه، یعنی فکر کنم تو هم اینجوری باشی. ما نسبت به یک دینی که ادعاش بسیار کمتره و درش خشونت وجود نداره، یه سری از نگاه‌های بایستی که به هر حال در مسیحیت یا اساساً ادیان ابراهیم وجود داره در اینها نیست. خب منطقی اینه که به این کشش داشته باشیم، یا حداقل میتونیم بپذیریمش، بفهمیمش حداقل. فقط منم دقیقاً اینو اینجا در راستای نکته که گفتی بگم، اینجا فکر نمی‌کنم نه من نه تو نشستیم که تبلیغ بکنیم که حقیقت بودیزمه یا تبلیغ بکنیم که حقیقت هندویزم است. خیر، حتما به نظر من بخش های جذاب فلسفی دارن، بخش های خرافی هم دارن، اما معلومه. در مقایسه با این ادیان بیابانی که از چوپان خشن در واقع که پیامبرانش اکثرا چوپان بودن، تا
تا این ادیان فلسفی شرقی واقعا خب آدم به سمت اون طرف اون طرف زیبایی های اون طرف بیشتر با حفظ شأن با حفظ شأن شغل چوپانی یعنی بله اون روحیه در واقع خشنیه که در اون ادیان وجود داره. حتی از دل مسیحیتی که پیامش محبته، یک باره میبینید شما یک جریان بسیار ترسناکی به نام کلیسا و مسیحیت بیرون میاد که دیگه کامل وضعش مشخصه. در هر صورت اگه اجازه بدی ما آروم آروم در مورد چگونگی رهایی میخواید در مورد چهار حقیقت اول حرف بزنیم یا بگیم که چطور شد اون استتیک ها رو دید، اون رهبان ها رو دید. بعد از یک مدتی یعنی بعد از دیدن اون مرد، اون بودا میره و پنج استتیک یا پنج تارک دنیا در حقیقت کسانی که همین گوشنشین هستن اینها رو میبینه و 6 سال تمام با اینها مینشینه و مدیتیت میکنه و به گونه ای بوده که اینها هیچ نمیخوردن و فقط از اون دانه هایی که روی در حال مدیتیشن روی لباس اینها میافتاده، از درخت ها میافتاده، از اونها تغذیه میکردن. خب به سلامتش صدمه میخوره، حتی ایده میگن دندانهاش میفته و اصلا حالا بگذاریم از این حرفا، ولی به هر حال به سلامت او جدی صدمه میخوره و بعد میفهمه که آقا این روش نیست و میبینه من به حقیقتی هم نرسیدم، فقط سلامت خودم رو صدمه زدم و خودشون رو به دست عناصر طبیعی سپرده بودن، به دست باد و باران و نمیدونم اینها، و نشسته بودن اونجا و تا اینکه بالاخره بودا یک کاسه برنج رو برمی‌داره میخوره و میگه که آقا این روش نیست، که این دوستانش ترکش میکنن، میگن آقا تو از ما خارج شدی، آره تو دیگه رفتی سراغ دو، این کاسه برنجی که خوردی تمام شد، دیگه به حقیقت نمیرسی. بودا میره و میفهمه آقا این روش نیست، نه اون راه، دقیقا اون راه وسط که گفتی اینجاست، میگه آقا نه این گونه زاویه نشینی و این گونه ترک دنیا کردن درسته که من رو از بین میبره، نه اون مدل در قصر نشستن، باید یک راه وسطی باشه. میره وزیر یک درخت انجیری که خب داستانش هم طولانی است، میشینه و 49 روز اونجا مدیتیت میکنه که در 35 سالگیش هم هست و گویا شبی هم که ماه کاملی بیرون بوده، اونجا در زیر اون درختی الان بودگایا در شهر بودگایا هست، به قول معروف حالا به حقیقت میرسه دیگه در حقیقت، و اون من همیشه میگم اون لامپ پشت سرش روشن میشه، تبدیل میشه به اون سنتی که پشتش، یعنی نور حقیقت رو در دلش میتابه و این تکان میخوره دیگه. و میتونیم تأثیر این داستان رو در اسلام به شکلی ببینیم، چون اهمیت انجیر به عنوان میوه بهشتی و همچنین سوره تین کاملا خوب شد اشاره کردی. من بامزه است که این سوره رو اصلا به این دلیل تین میگن که خدا سوگند خورده دیگه، از اون اول میگه سوگند به تین، و اینجا یه عده از متکلمین مسلمان میگن ما منظور همان بوداست و همون درختیه که بودا زیرش بوده، البته عده‌ای هم میگن نه کوه تینه و چیز دیگری است. جالبه که این کتابی که قرار است مبین و آشکار باشد 1000 تفسیر ازش هست و معلوم نیست دقیقاً حقیقتش کجاست. بگذاریم، یه عده میگن مراد از زیتون بیت المقدس است، یه عده میگن چیز، حالا بگذاریم، اما یه عده هم گفتن حسن این وتین و زیتون امام حسن امام حسین هستن. اما نکته اینجاست که بودیسم در اسلام خیلی باش مشکلی نداشتن، یه مقدار نگاه اسلام با بودیسم مدارای بیشتری کردن، خیلی ها حتی بودا رو پیامبر دانستند، حتی زمان افشین یک محل عبادت بودایی ها رو که میگفتن بتخانه بودایی ها، یک مؤذنی میره اونجا بت ها رو تخریب میکنه و اذان میگه، افشین میگیره و امام جماعت رو در سقط هم هست به تازیانه میزنه افشین و میگه آقا چرا این کارو کردی، و بودایی ها حتی خیلی از مسلمان ها پیش بودایی ها میرفتن و درس پزشکی میخواندند، اینها هم بوده، روابط خیلی ناجوری نبوده و حتی برمکیان پیشینه بودایی داشتن، خیلی جالبه، و بوداسف میگفتن، یک معتقدان فیلسوفی که به تناسخ باور داره و دین شمنی در هند آورده، مسلمان ها اینطوری میگفتن که من حتی آثارش در اثر این بوداسف رو در چیز هم دیدم، در
جناب محمد باقر مجلسی هم ایشون هم گفته که بودا احتمالاً پیامبر بوده. در مجموع ما شاخه‌های اصلی اسلام رو که نگاه میکنیم چندان علاقه‌ای به ترک دنیا و اینها نیست درشون، چون اینا اساساً مسئله سیاست بسیار برشون مهمه. از یه جهت هم اختلافی که بین نگاه فقهی و دراویش حالا اسلامی هم وجود داره، یه بخشش همینه، توجه و تمرکز اونها روی مسئله عشق، حالا اون نگاه های عرفانی، دوری از سیاست، اینا از اساس چندان جذاب نیست با نگاه فقهی اسلامی، ولی کاملا با عرفان، یعنی صوفیه، با صوفیه ما در تناظره. یعنی این بیت که من چند بارم خوندمش و خیلی هم دوست دارم، چند مال قاآنیه که چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن، این کاملا بیانگر اندیشه بوداست. یا حتی این سخن مولوی که میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. این میشود به گونه ای تفسیرش کرد که این داره از هجران میگه، از هرمان میگه، میگه در هرمان عشق به دست میاد و نباید خیلی عشق، و حتی میشود به گونه دیگری هم بهش نگاه کرد. کاملا این نگاه بودایی است که آقا میگه کمتر بخور، کمتر بخواه، کمتر بنوش، و وقتی کمتر نوشیدی اون پروازهای عرفانی و روحانی برای تو ممکن میشه، امکان پذیر میشه در حقیقت. و نکته جالبتر، مقام فنا تو تصوف کاملا قابل قیاس با نیروانای بودا، یعنی خیلی جالبن اینا، میشه بعدن حالا در مجموع خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت. کاملا خوب، اگر علاقمند باشی ما بریم سر به بحث قوانینشون. ده امر مذموم رو ما داریم، اون چهار تا رو بگیم، چهار تا حقیقت رو بفهم، چهار تا موعظه در واقع باغ غزالان. بعد از اینکه در حقیقت اون به حقیقت میرسه بودا، میره و دوستانش رو پیدا میکنه، همون پنج نفر رو پیدا میکنه و به اونها تعالیم خودش رو در قالب دارما میآموزه، و چهار حقیقت اصیل که این پنج نفر در حقیقت همون کسانی هستن که اولین سانگاها تبدیل میشن، راهبانهای بودا، این پنج نفر اصیلی هستن که بعد از اون هم در طول 45 سال، حالا قبل از اینکه به اون چهار حقیقت برسیم من بگم، در کل این جلگه گنجه پراکنده میشه این تعالیم بودا، و در 80 سالگی هم نزدیک کوشیناگار که در هند هست میمیره و خاکستر او رو در یک مناطق که بهش میگن ستوپا اونجاها گذاشتن، خاک کردن، و اونجاها تبدیل پرستشگاه شده، مراکز مقدسی است، مراکز زیارتی است، و از هند رفته به شمال آسیا، بعد رفته به شرق، رفته به جنوب شرق آسیا، رفته به مغولستان، بعد به روسیه، از اون برم به غرب. ولی حالا بله، ولی اون چهار حقیقت اصلی این هاست. خواهی با هم یکی یکی بریم. بفرمایید. اولیش که اسمش هست دوکا یا همون رنج، به معنی رنج. میگه که آقا زندگی رنج است. این رو میگه بپذیر. میگه اولین چیزی که باید بپذیریش، یعنی نه اینکه وحی شده، میگه آقا این رو بپذیر که زندگی رنج است، چون میبینی که زندگی میتونه، یعنی دلیل براش داره که زندگی رنج. میگه آقا پیر میشی، حتی اگه الان پیر نیستی پیر خواهی شد، مریض میشی، اگه الان مریض نیستی مریض خواهی شد، خواهی مرد، نزدیکانت رو از دست خواهی داد. خلق الانسان فی کبد. بله. و میگه حتی اگر تمام جهان به کامت در لحظه، فردا اینطوری نخواه، دوستیات بر جا نخواهند موند، نزدیکانت نخواه، بالاخره رنج رو، پس زندگی رنج است، این رو بپذیریم، life is suffering. این رو اگر بپذیریم بعد بریم سر حقیقت دوم. حقیقت دوم اینه که میگه ما رنج میکشیم برای اینکه خواسته داریم، همون علت رنج ها در واقع مسئله دوم. سمودایا میگه craving یا خواسته مساویست با suffering یا رنج، که میگه ما باید، میگه اون چی رو که میخواهیم باید تغییر بدیم، نه اینکه اون چی رو که میخواهیم فقط به دست بیاریم. این خیلی مهمه، فکر کنم تو هندویزم هم بهش اشاره کردیم، ما میافتیم در این بازی خواستن، و موبایل جدید خواستن، نمیدونم، من در مورد کیس خودم کروات جدید خواستن چه میتونم، و ما بیمار این داستانیم، یعنی هر چقدر هم بخوایم دوری کنیم، جهان جدید که به شدت ما رو در این مسیر قرار میده که هی بیشتر میخوایم، هی خونه جدیدتر میخوایم، ماشین بهتر میخوایم، با خواسته های بیشتر رنج خودمون رو و رنج های آینده بیشترمون هم هی داریم بیشتر میکنیم.
و واقعا هم اینجوری ها، واقعا هم اینجوری. یعنی حالا من یه سری فتیش های رفتاری آدم داره، حالا تو جمع کردن مثلا میگه فلانی مرض جمع کردن تمر داره، یا من حالا تو ساز اینجوری هم. من اصلا ممکنه سازه رو هیچ وقت نزنمش، ولی میبینم ساز مثلا مال فلان جای چینه، علاقه دارم اینو نگرش داشتم، نگاش که میکنم انگار روح مثلا اون بخش از چین و من دارمش. یا بسیار من بچه های متفاوت رو دیدم که چیزهای متفاوت، در دربازکن شراب، نمیدونم فندک، چیزهای متفاوت، اما این فرق میکنه با کسی که مثلا 4 نفر آدم هستن اما خونه داره 20 اتاق، یا 2 نفر آدم هستن 10 تا ماشین داره، و حالا اونم میتونه یه اداره داشته باشه که من با هر کدوم از این ماشین ها در واقع دارم یه بخشی از روح خودم رو، جان خودم رو ارضا میکنم، اما یه جا از یه جایی به بعد این شکل از مصرفگرایی تمام ذهن و وجود تو میگیره و توهی میکنه تو. و یه نکته دیگه، همون آدمی که الان ماشینا رو مثال زدی، برای منی که 10 تا ماشین ندارم چه فرقی میکنه که یک ماشین مثلا رنج روری یک جایی خراب بشه یا خراب نشه؟ برای من مگه فرقی میکنه؟ ولی وقتی من 10 تا ماشین دارم، هر کدوم از اینا خراب بشه یک رنجی به من وارد میشه، یک مشکلی برای من هست. هر کدوم اینها رو دزد ببره یک مشکلی برای من هست. حتی اون ماشین هایی رو که ندارم و میخواهم داشته باشم بر من درد ایجاد میکنه، و نگهداری اینها مجبور میکنه منو که هی بیشتر بخوام، هی بیشتر فکر رو مشغول میکنه، قاعدتا فکر رو مشغول میکنه. و من دلم نمیخواد که ما این حرفایی که میزنیم بعضیا فکر کنن که آقا ما میگیم برید ترک دنیا کنید، خیر، نه نه نه. حالا ما مشخص میتونیم حتی نظر خودمون رو بیان بکنیم. من هم فکر میکنم این شکلی از بیماری جان هست و اینو به عنوان واقعا یک مرض روح میتونیم بهش نگاه بکنیم. حالا امیدوارم عزیزان بفهمن منظور ما، یعنی توافق داشته باشیم روح منظورمون چیه. داریم با مشخص داریم از ذهن نام میبریم، و تو چنان درگیر مصرف کردن میشی که یادت میره که چرا داری مصرف میکنی. این صفحه‌های موبایل و اینا رو که آدم می‌بینه، من برای من همیشه جای سوال بود، مگه خب ما هم آیفون داریم استفاده می‌کنیم، ولی یه آتشی در تو به وجود میاره که این آتش دیگه ربطی به استفاده و تکنولوژی و اینها دیگه نداره. تو فقط یک مصرف کننده صرف هستی و در دریای از چیزها داری غوطه‌ور می‌شی و خودت هم داری مصرف می‌شی. بحث اینه. و حالا ما این رنج و درد رو داریم، علت رو داریم می‌فهمیم، علت این خواستن بیشه اندازه است. قدم سوم اینه که خب توضیح دادیم، حالا چجوری خلاصی پیدا بکنیم از این دردها؟ بودا داره میگه حقیقت سوم اینه که ما میتوانیم از این دایره خواهش بحثی. و خواستن فرار کنیم، میتوانیم فرار کنیم. یعنی میگه آقا راه وجود دارد. حالا چطور میتوانیم؟ میگه 8 راه، اون حقیقت چهارمه. میگه برای اینکه بتوانیم، یک حقیقت دیگری هست که 8 راه اصلی است، 8 راه اصیل، نوبل 8 فولد path. و در حقیقت داستان اون در باب حقیقت دوم این رو هم بگیم که میگه آقا خواهش های ما، یعنی در حقیقت در این جمله است که آقا آرزو میخواه، لیک اندازه خواه، به اون اندازه که نیاز داری بخواه، بیشترش باعث رنج و عذاب چی هستن این؟ چیه این امور مذموم چی است؟ این 8 تا امور مذموم و اونها رو که 10 تاست که فکر کنم اگر تو اتفاقا بهش اشاره بکنی خب اون حقیقت چهارم. این حقایق به یک دسته دوتایی، یک دسته ستایی و یک دسته ستایی دیگه، یعنی 3 دسته تقسیم شده. دسته اول که 2 تا هستن مربوط به بینش هستن، دسته دوم مربوط به اخلاق مداری هستن که 3 حقیقت توش که سیلا بهش میگن، و دسته سوم مربوط به تمرکز روانی، سمادی. خب دسته اول، 2 حقیقت اول که تو دسته بینش قرار میگیرن اینه، میگه آقا دیدگاه درست، اولیش اینه، حقیقت اول دیدگاه درست، right view، یعنی میگه دیدن واقعیت همانطور که هست، میگه بپذیر جهان رو و واقعیت رو، ببین آنطور که هست، از در خواب و خیالت زندگی نکن، نگاه درست نسبت به این جهان داشته باش، با خرافات خودتو مشغول نکن، با دروغ خودتو مشغول نکن. نمیدونم اگه نکته‌ای به نظرت میرسه بگو، اگه نه بگو. آره ما متناسب با وقت هم مجبور هستیم که به همین 2 نکته اشاره بکنیم. دومیش که باز جزء بینشه، جزء دسته بینش حساب میشه، دومین حقیقت نیت درسته، right intent، یعنی قصد درست، نیت درست. میگه
چشم پوشی از چیزهایی که باعث آزار میشه، نیت رسیدن به آزادی داشته باشی، نیت رسیدن به بی‌آزاری داشته باشی، نیت رسیدن به نیروانا داشته باشی. این نیت هست که وقتی درسته تو رو در مسیر درست هم قرار میده. وقتی محبت ترک شهوات، در واقع عدم آزار رساندن به موجودات، همه اینا یه ذره فراتر از گفتار نیکردار نیک پندار نیکه. این یک مدلی از پنداره که دسته‌بندیش کردیم. آقا قصد و هدفت هم باید درست باشه. و مثلا فرض بکنیم، یعنی عکس العمل ما بسیار مهمه در این نیت درست. مثلا مثالی بزنیم، مثلا من وقتی که چه میدونم، یا من دارم راه طرف داره راه میره، پاش فردا میخواد بره مثلا سر کار، مثلا دیرش هم شده، بچهش دوچرخهش رو یه جایی گذاشته، این میخواد رد بشه، با کت و شلوارش پاش میخوره به این دوچرخه بچه خودش، میفته زمین رو خاکا، عصبی میشه، پا میشه، تشر میزنه به این بچه، پسره فلان فلان شده، چرا این کار کردی؟ بچه بهش میگه که خب من ببخشید معذرت میخوام. بعد مادره میاد میگه که چرا با بچه اینجوری داد میزنی، مرتی که خودت دیرت شده، برو گورتو گم کن، برو سر کارت. اینم میگه یک زن فلان فلان شده، تو این بچه رو اینطوری تربیت کردی، من دارم برای شما جون میکنم. میبینی رفت و با اعصاب خرد سر کار وسط رام یه تصادف میکنه، بیشتر عصبی میشه، بعد میره سر کار با رئیسش هم دعواش میشه. خب این میگه آقا اگر نیت تو درست باشه اصلا تو این حلقه بدبختیه نمیافتی. یعنی عکس العمل هات مهم میشه، اون وقت میفهمی که در چه مسیری داری حرکت میکنی. بریم سر بعدیش. بله. آره اسامی رو در واقع بگی و عنوانها رو بگی و رد بشیم. ستای بعدی در زیر مجموعه اخلاق مداری هن. اولیش که میشه حقیقت سوم، در حقیقت گفتار درسته، right speech، یعنی دروغ نگی، پرهیز از دروغ، پرهیز از بدگویی، درشتگویی، شایعه نگی، یاوگویی نکنی، فوش ندی. این هاست. چهارمیش که فکر میکنم بعد اینجا صحبت کنیم، چون 10 تا شر هم اینجاست و اون 10 خیلی جدی ها. یعنی همین که تو داری ای بیان میکنی، من اولین چیز به خودم فکر میکنم، میبینم کدوم اینها تو من ممکنه وجود داشته باشه. شرمنده میشم بعضی موقع، ممکنه با یکی حرف بزنم زبانم تحقیرآمیز باشه، نمیدونم. این مدام باید به خودمون برگردیم. توصیه اخلاقی نیست، روش های درستیه که ما میتونیم ارج بذاریم به روابط. اصلا هممون وقتی اینا رو میخونیم هممون داریم، و بعدم میبینی که آقا اینها رو داره میگه و ما میفهمیم درسته. لزومی هم نداره یه خدایی به ما بگه اینا درسته، لزومی نداره در یک کتابی وحش داشته، ما میدونیم اینها درسته. نه دیگه، رنجوندن ناراحت کننده است. هر کیو به رنجونی ناراحت کننده است. چهارمیش کردار درسته، right action، یعنی کردار بیزیان، پرهیز از آزار، پرهیز از خشونت، پرهیز از کشتار، اذیت نکردن حیوانات، دزدی نکردن، رابطه جنسی نامناسب نداشتن، رابطه با زور نداشتن، با آدم متأهل نداشتن، با کودک نداشتن. فکر کنم اون 10 تا رو میخوای اگر تو اینجا بگیم، اگر موافقی. 10 تا امر مذموم همونجا زیر سایه کردار درسته. من سریع فقط میخونمشون، در واقع عنوان میکنمشون دیگه. بلا یه دونه علاقه به نفس، در واقع که تو اساسا باید یه فاصله با نفس بگیری، با نفسیات، با اون چیزهایی که در درون، در واقع یه ایگویی در واقع در ما وجود داره که البته تو مکاتب متفاوت تعاریف متفاوتی داره، اما میفهمیم چیه. خواستها بازم به اون بحث خواسته برمیگرده، اینه هر اون چیزی که من میخوام. یه ایثاری درش هست، یه فداکاری درش هست، تو به خاطر دیگری داری یکم کوتاهی. دو، بحث شک، شک نباید بکنی، ایمان باید داشته باشی. حالا تو این نگاه. بعد اعتقاد به مناسک مذهبیه، که اینم اینجوری نیست که من چون کار مذهبی دارم انجام میدم، نماز دارم میخونم، نمیدونم عبادت دارم میکنم، ارجعیتی دارم. بعد بحث بسیار مهمی که برای بودایی مهمه، بحث شهوته که بازم مراتب داره. بحث خشم، انگر منیجمنت، یه چیزی که مخصوصا در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، جهانی که شهروند درش تنهای، فشار زیاد وجود داره، قبض آب و برق و ترافیک و اختلافات و کرونا و اینا همه خشم رو زیاد میکنه و باید حواسمون باشه. آرزوی تناسخ بهتر، یعنی میگه طمع، اینجا یه طمع، یه کاری بکنم که من دوره بعدی توی دوره بهتری بیفتم، مثلا به جای اینکه تبدیل به قورباغه بشم، تبدیل به یه چیز بهتری بشم. اینم میگه تو نباید داشته باشی این طمع، این شکلی از طمع. آرزوی تناسخ در عالم مجردات، در واقع یعنی بخوای تبدیل به یه چیزی برتر بشی از
انسان. این رو هم مذموم میدونه، بد میدونه. غرور روش تاکید داره، خودپسندی رو روش تاکید داره که نباشه دیگه. نه نباید باشه، نه هم امور مذمومه بله. و همچنین جهالت، نادانی، اینم یکی از اون در واقع فکر کنم مواد مخدر هم بود. این رو مواد روانگردان، یعنی اون چیزی که پویز چیز هست، ما رو دچار مسمومیت میکنه، بدن رو مسموم میکنه. نمیدونم جزو 10 تا من ندیدم در واقع اون چیزی که من نگاه کردم جزو 10 تا نبود. و اونو دیگه حالا باید شاید ما مشروبات و ما میتونیم اضافه بکنیم بهش دیگه پیشاپیش. من البته اضافه کردم مشروبات و مواد مخدر و جز سم و بدرفتاری و خشم و غم و ناراحتی و نابود کردن زندگی هیچ فایده حاصلی نداره. نداره. پنجمیش معاش درسته، یعنی پرهیز از مشاغلی که باعث زیانه. یعنی مدلی زندگی بکن که زیان نداشته باشه، یک مدلی معاش کن. یه سری شغلا هم گفته بود، اسلحه فروشی مثلا، حیوان فروشی. ببینید چقدر جالبه، آقا میگه شما حیوان فروشی اگر میکنید از اون حقیقت فاصله گرفتید. نمیتونی حیوان رو بیاری اینجا بگی من مال منه، میگی این زنده است، نمیتونی اینجوری کنی، بعد بفروشی شکل دیگه هم، حالا یا بکشتش یا سوارش بشه. رباخاری، کلاهبرداری، نمیدونم رمالی، جادو و برده فروشی. حداقل در باب برده چقدر فروشی مدرنه. بل بل. چقدر مدرنه. بل بل. 500 خورده قبل از میلاد مسیح داره میگه بردهداری رو در واقع داره مضمون میدونه. این به خیلی زیباست. این به در پاسخ به دوستانی که میگن آقا بردهداری در اسلام نیست، که تمام تاریخ اسلام بردهداری است. تمام تاریخ اسلام رفتن و این هندوهای بیچاره رو برده کرد. چون الان میگن که آقا نه، بردهداری غلط است، حضرت محمد هم برده آزاد میکرده، که دقیقا مثال هست که چگونه برده های سیاه رو معاوضه میکرده. حالا بگذار. نه حالا اون که اصلا این مشخصا نیامده که آقا برده، نتوانستن این ادیان ابراهیمی یه بار بگن آقا یه جا بگن آقا برده فروشی ضد بشری است، برده داری ضد بشری است، غیر اخلاقی است، آقا نکن. اینجا حتی اسلحه فروشی و حیوان فروشی رو هم اضافه کرده. حالا دیگه بله، خیلی جذاب. ادامه بدید لطفا. قسمت بعدی که میشه رو تمرکز روانیه، سه تا حقیقت هم اینجاست، حقیقت ششم، هفتم و هشتم. یکیش کوشش درسته یا right effort، دوری از تمایلات بد، تمایلات خوب رو زیاد کردن، یعنی رو تمایلات کار کردنه. و عادت‌های ناشایست، خیلی رو عادت‌ها تاکید داره که آقا عادت‌های بد رو باید بذاری کنار. مبناش هم شناخته دیگه. یعنی تو باید یه شناختی پیدا بکنی که بتونی بفهمی که سره از ناسره چیه. کاملا. بله. هفتمیش اندیشه درست. این اندیشه درست همون right mindfulness بعدش میشه گذاشت، آگاهی، آگاه بودن، واقعیت خود رو دانستن، در درون خود رو دانستن. و یکی دیگهش در لحظه بودن، این خیلی مهمه. اصلا mindfulness تبدیل شده به یک تکنیک که شما میشه روانشناس میری بعد mindfulness کار میکنه، بهت یاد میدن، تمرین داره، تمرین شمع، نمیدونم تمرینایی که تو مدیتیشن هست، که به شما رو در لحظه بیاره. چون در بودیسم میگه آقا اگه داری غذا میخوری غذا بخور، فکر به جای دیگه نکن، به غذات فکر کن. اگر داری میوه میخوری فقط به این میوه فکر کن، به بوش فکر کن، به طعمش فکر کن، به شکلش فکر کن، به سفتیش، به وزنش، به این چیز. اگر داری تلویزیون میبینی فقط تلویزیون ببین، اگر کتاب میخونی فقط کتاب بخون. این مایندفولنس و تمرین داره و به این راحتی هم واقعا نیست. و آخریش تمرکز درسته، که این از در دل مراقبه و مدیتیشن و تمرکز، توانایی تمرکز کردن، که خب مدیتیشن تو این قسمت هشتم، اصل هشتم میاد. اصلا از دل این دیگه مراقبه و توجه درست. یعنی تو خیلی هم جالبه، تو در ابتدای امر اول تلاش میکنی، از یه جایی به بعد این تلاش تبدیل به یک تمرکز یا توجه، در واقع ببخشید توجه، واقعا تمرکز هنوز نه، اول پس تلاش، بعد توجه. تو تمام حضورت رو داری اختصاص میدی به آن کاری که داری انجام میدی، از دل تلاش توجه میرسی به تمرکز نهایی، از اونجا دیگه اوتوماتیک داره اتفاق میفته. من معتقد وقتی این کارا رو بکنی و این به این مرحله سوم که مرحله تمرکز روانی است، که این سه اصل که الان تو گفتی هم هست، اونجاست که دیگه میشه به نیروانا رسید. و چیه نیروانا بریا؟ در حقیقت باید گفت شما از طریق این هشت اصل، از رنج
بیرون میاید و میرسی به نیروانا. نیروانا اونجاست که رنج رفته و میگه ما میتوانیم اونجا برسیم. به گونه ای در حقیقت یکی شدن با حقیقت یونیورسه. تناسخ هم پایان یافته دیگه. دقیقاً تناسخ پایان، از اون حلقه حیات رها شدی و به اون حقیقت یونیورس پیوستی و تو اون پیوستن به حقیقته که از رنج ها رها میشی. و واقعا من نمیتونم بگم چقدر این سخن فلسفی است، واقعا سخن فلسفی است، اصلا شوخی نیست. و من حتی کسانی رو میشناسم از نزدیک که در سایه مدیتیشن و انجام بعضی از این هشت امور حتی انقدرم فلسفی بهش نگاه نکردن، تجربه های بسیار جالبی داشتن و اصلا زندگی هاشون تغییر کرده و آدم های دیگری شدن و این مارها و عقرب های درونشون یا تعدیل شده یا اصلا بیرون ریخته شده. کاری که به این راحتی از طریق فقط نماز خوندن، روزه گرفتن، این چیزا به دست نه 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 اون بحثی هم که غزالی توی احیای علوم دین میکنه به نظر من تا حدی همینه. داره میگه آقا نماز و روزه و حج و اینا به تنهایی کافی نیست، شما باید یک کار دیگری بکنی که در طریقت بیفتی و به حقیقت برسی. و این یک بخش بسیار کوچکی از دینداری ما درگیرش بوده و خیلی هم نتونستن ایجادش بکنن، چون اسلام واقعا و مسیحیت پروبال ما رو میبنده، ولی بودیزم اصلا میخواد این پر ما رو باز بکنه و بگه آقا این بخش، این وجه زندگی تو سعی کن روش کار بکنی. ببینید یه شکلی از این دیوانگی شوریدگی رو ما حالا اینجا اسمش نیروانایه، ولی اگه بخوایم اون ساحت مطلق، اون ساحت عشق نهایی اینها رو نگاه بکنیم، تو شعرهای ما، عرفای ما، تو بخشهای میبینیم. یعنی وقتی که مثلا ما با منصور حلاج روبرو میشیم، این حتما بی توجه نسبت به یه سری از چیزایی که تمام عامه اون جامعه در واقع متوجهش هستن، این به یه چیزی داره فکر میکنه، به نیروانایی در واقع داره فکر میکنه که قدرت خودشو در اون میبینه. من نه در اون چیزی که دیگران در پیشن. کاملا من فکر میکنم که تجربیات این عرفای ما خیلی هاش از اصلا وقتی من میخونم ببینم آقا انگار کاملا شبیه، تو میتونی شبیه سازی کنی، همزاد پنداری کنی تجربه مولوی رو با تجربه یک بودیست، با تجربه یک چه میدونم ابو سعید ابوالخیر هم یه جا میگه دیگه، میگه گفتی که منم ماه نشابور سرا، این ماه نشابور، نشابور تو را، آن تو را و آن ما نیست تو را. یعنی مسئله من، آنی که من در پیش هستم، در جای دیگه در اتفاق میفته. حالا نگاه دینی میگه میخوام در یک سرای دیگه بهت بگم بدم اینو، این داره میگه نه در سرای دیگه هم نیست. از همین زیبایی بودیسم در واقع در همین هم هست که این نیروانا ما رو داره به یک عالم اخرای، به قول معروف به اون عالم نسیهی که خیام میگه، داره ارجاع نمیده، از یه جای دیگه داره حرف میزنه. بله بله، از یک قلمرو که در این قلمرو به جز حقیقت چیز دیگری نیست، از یه همچین قلمروی در حرف میزنه که وقتی پا به این قلمرو بتونی بذاری و بتونی درکش کنی، دیگه از رنجم خلاص شدی. و یه ذره پیچیده است، ولی من رگه هاشو حتی در زرتشتیگری هم میبینم که شما اگر بخوای به این مسیر حرکت کنی، نمیتونی از مسیر دروغ حرکت کنی. به شدت این ادیان روی دروغ تاکید دارن و فکر میکنن که از مسیر دروغ اگر حرکت کنی، نمیتونی به اون پروازه رو نمیتونی انجام بدی. و خیلی مسئله مهمی است. اگر موافقی به دو تا جریان اصلی بودیزم هم یه اشاره‌ای بکنیم. آره، اینو به عنوان پایان مندی لطفاً بهش اشاره بکن، ما برای اینکه حواسمون باشه از یک ساعت خیلی طولانی تر نشه، اینو دیگه لطفاً پایان مندیش با شما به دو جریان اشاره بکن و بس و ببندیم. امیدوارم که برای عزیزان مفید واقع بشه. انقدر شیرین این بحث که مثلا من ما خودمون لذت داریم میبریم دیگه. امیدوارم برای عزیزانم اینجوری باشه. دو تا جریان اصلی داره بودیزم، یعنی دو تا مکتب اصلی هست، خورده مکتب توش زیاده، ولی این دو تا شاخه اصلی بودیزمن، تراوید و ماهایانا، که تراوید قدیمی تره، ارتودکس تره و خیلی فوکسش رو مدیتیشنه، به شدت روی مدیتیشن فوکس دارن و معتقدن که بودا اصلا یک انسان بود، خیلی به انسان بودن بودا تاکید دارن. و میدونیم که بودا یک کلمه ایست که به خیلی ها گفته شد دیگه، به بیدار شده، بیدار دل، کسی که از خواب بیدار شده. و منو یاد فیلم ماتریکس میندازه که اون نیوه که در حقیقت از فهمیده که خواب است این جهان و بیدار شده. و سه تا باور اصلی دارن این ثروید یا که آقا همه چیز، هیچ چیز دائمی نیست و زندگی رنج است و به سلف یا به من، به خود اعتقاد ندارن. اینو یه
اشاره باید بهش بکنیم و یک تاکید به زیادی دارن بر زندگی راه رهبانی، به زندگی به شدت سخت و سفت رهبانی. اینها معمولا به خاطر همینه که ثرویدا خیلی قابل دسترس برای آدمای عادی نیست. یعنی شما با من یک کسی که میخواد بودیست بشه نمیتونی بری سراغ ثرویدا، چون وقت باید بری در یک صومعه ای کنار این بودیستا کنار اونها بشینی و 24 ساعت مدیتیت کنی و خیلی قابل دسترس نیست. ولی این دومی که مهایانا هست که جدیدتر هم هست و قابل دسترس تره برای عوام به خصوص، و مکاتب مختلف داره، سکول های مختلف داره، که یکیش زن رو همه شنیدن. زن یکی از شاخ زیر شاخ های مهایانا است، یا تانترا یکی دیگه است، یا پیولند، اینا شاخه های زیری مهایانا هستن که و اینها معتقدن که این بیداردلی و بودا شدن، در حقیقت هم بیدار شدن در همین یک زندگی هم ممکنه و اصلا نیازی به اون نگاه راهبی و زندگی راهب بودن نداره. بیشتر بودیست های سکولار مهایانا، به سراغ مهایانا میرن و توی این مسیر کسی معتقدن مهایانا که آقا کسانی هستن که میتونن به نیروانا برسن یا رسیدن به نیروانا، اما وایسادن اینجا و دارن دست دیگران رو هم میکشن، معطل میکنن که به دیگران هم یاد بدن این رسیدن به نیروانا رو، رسیدن به اون حقیقت رو، به اون آرامش رو. در حقیقت اگه نکته‌ای به نظرت هست بگو، من یک اشاره کوچکی به یک چیز دیگه هم یادداشت کردم. پایان‌مندیش با خودت دیگه، پایان‌مندیش با یک چیزی جالبه توی فرهنگ اروپایی توی رنسانس. ما یک نگاهی داریم که انسان مرکز همه چیزه. این قلب اندیشه روشنگریست که انسان همه چیز، معیار همه چیز انسان است. یعنی نیازهای انسان، همه چیز. شما ببینید چه چیزی برای انسان خوب و بده. طبیعت هم به عنوان یک ابزار استفاده میشه، ما میاریمش، ازش رامش میکنیم و به هر ترتیبی که دلمون میخواد استفاده ازش میکنیم که به انسان کمک بکنیم. و همین حاصلش هم همین سرمایه‌داریست و همین جهان مدرنی که تقریبا با کره زمین رو شکل دادیم برای اینکه به نفع ما باشه به گونه ای. این که خب ما پیش از سقراطی هم اینو بهش اشاره کردیم، بله. سوفسطائیان این مسئله رو به شکلی باب کردن و اهمیت هم داشته در واقع. همون پروتاگوراس که میگفت آقا یار همه چیز انسان است. بله دقیقا. از نظر بودیستای ثرویدا میگن آقا ما دو تا واقعیت داریم. یک واقعیتی که در حقیقت یک واقعیت اصیل و اساسی است که باید بهش گفت ultimate reality، و یه دونم conventional reality. این conventional reality اون واقعیت قراردادی است. دقیقاً میگه اون مثلا من وقتی دارم نگاه میکنم به این لیوان، دارم یه لیوان آب میبینم، همین کافیه برای من، این یک واقعیت قراردادی است. اما وقتی به ultimate reality نگاه میکنم، این دیگه فقط یه آب نیست، این یک آبی است، یک سری مولکولی که به هم پیوند خوردن، این یک آبی است که یا مثلا وقتی به رودخونه نگاه میکنم دارم چرخش آب رو میبینم، ارتباط این رودخانه با طبیعت اطرافش رو میبینم، ارتباط این رودخانه با ماهی ها، با سنگ ها، با این تاریخچه‌ای که، یعنی ارتباط این پدیده با کل یونیورس رو میبینم، همه چیز به هم متصل است. میگه ultimate reality همه چیز با همه. و توی این نگاه انسانی که خیلی سلف خودش رو، و برای همینه که اینا به سلف معتقد نیستن، خودش رو جدا از جهان میگیره، از ultimate reality فاصله گرفته و از نیروانا فاصله گرفته. میگه شما باید خود رو بخشی از یونیورس بدونی، و میگه این سلف ما، این من ما، این خود ما در حال تغییره، در حال سفره، در حقیقت یک ongoing processه، یک پروسه که در حال شدن همش. و اگر ما این رو بپذیریم و خودمون رو جدا نگیریم و دیگه خودمون رو نمیتونیم مرکز جهان بگیریم، و وقتی خودمون رو ما مرکز جهان نگیریم، نسبت به جهان اطرافمون مسئولیم. یعنی اون درخت هم بخشی از ماست، اون رودخانه هم بخشی از ماست. در این نگاه شما نمیتونی کره زمین رو نابود کنی، ستمگر نمیشی نسبت به طبیعت. من همین میخواستم به همینجا برسم. نه بحث بسیار بسیار زیباییه. یعنی زیباییش هم نه فقط بگیم امر همینجور رومانتیکیه و ستایشش بکنیم، واقعیتش اینه که نه، همچنان ما هر چقدر به عنوان انسان قرن 21 هر چقدر جریم جلوتر میریم، بیشتر به اهمیت طبیعت پی میبریم. و خب به هر حال محل ما، حالا این ممکنه توش یک نگاه ایگویستیکی هم در واقع، یه نگاه خودخواهانه، خودپرستانی هم وجود داشته باشه، که بازم داریم میگیم حالا چون محل زندگی ماست در واقع باید مراقبت بکنیم ازش. اما واقعیت اینه که من میتونم این قضیه رو به درستی به واسطه تکنولوژی حتی بفهمم که چطور ما
ناگزیر هستیم جهان اطرافمون رو، طبیعت اطرافمون رو بفهمیم، مراقبت بکنیم ازش در جهت خود طبیعت، در جهت اینکه ما نسبت به آن چیزی که خارج از ماست مسئولیت داریم. بود و نبود ما به همدیگه در هم تنیده شده است و از این تعبیر ستم که استفاده میکنم، بریدن یک درخت، زدن در واقع جنگل ها، این در نهایت ستمیه که ما به خودمون داریم میکنیم، به اون طبیعت داریم میکنیم و به هستی داریم میکنیم. نگاه بودایی از این جهت میتونه به ما کمک بکنه، راهگشا باشه که چطور ما با اطرافمون رابطه بگیریم و صدای طبیعت رو در واقع بشنویم. از اینجا و همینجا هم یه تبلیغی برای سهراب سپهری باید بکنیم، توی بخشی فوق‌العاده زیبا و همچنین شعرهای شعر دیگر که اونها هم برخوردشون به نظر من فوق‌العاده یه مقدار سخت‌تر از نگاه سهراب، البته بجز حالا ما چرا ردفیم وسط من رفتم ادبیات، ولی این برخورد زیبا با طبیعت جذابه، انسانی زیباست و اصلا بحثش این که اگر ما به خودمون درست نگاه نکنیم، بینابینا باشیم نسبت به نیچر واقعی خودمون، به این سلف خودمون، به یک دیسهارمونی یا عدم هارمونی، عدم توازن میرسیم و اونجا هاست که درد از همون جاها شروع میشه در حقیقت. دقیقاً. وریای عزیز بسیار ممنون، خسته نباشی. مرسی. این هم از جلسه بودا، تا جلسه دیگر عزیزان دیدار دوباره. زنده باشید. مخلصی.